خدایا مرگ زیبا و زیباترین نوع مردن هم نصیب ما بکن. حضرت عمر رضی الله عنه دعا کرد یه روزی امیرالمومنین، گفت بارالله شهادت در راه خودت و مرگ در شهر پیامبرت نصیبم کن. اطرافیانش گفتن امیرالمومنین چه دعایی است؟ و کسی که شهادت میخواد باید از مدینه بره بیرون، به آفاق بره، همراه مجاهدین بره. گفت من خودم میدونم چه دعایی دارم میکنم. سبحان الله، یعنی تلاش میکرد که بهترین نوع مردن شهادته و زیباترین قطره‌ای که از بدن انسان میچکه قطره خون شهیده. چهار قطره دوست داشتنی است نزد خداوند. قطره عرقی که از بدن تو در راه خدمت به دین خدا و خلق خدا، قطره اشکی که به خاطر ترس از خدا میچکه، قطره خون قربانی رو از روز عید قربان قبل از اینکه به زمین بچکه نزد خدا میچکه، و قطره خونی که از بدن یک شهید مجاهد در راه دفاع از دین، ناموس، ممالک اسلامی، از تجاوز دشمن، سربازایی که مرز رو نگه داشتن، اینا مرابطن، مجاهدن. داشت مستجاب شد، در محراب بود، توسط فیروز ابو لولو خنجر خورد از پشت، خنجر زهرالود دولب. احساس کرد بلکه یقین پیدا کرد که داش مستجاب شده. پسرش عبدالله رو صدا زد، و پسرم برو پیش ام المومنین عایشه مادرمون رضی الله عنهما، سلام مادر برسون، بگو بابا ضربه خورده، فکر میکنه که ضربه شهادت و خلاصه، یه خواهش داره، شما اجازه میدید که بیاد اینجا تو حجره و اتاق تو دفن بشه، چون اینجا متعلق به شماست، شوهرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیده دفن، و پدرت ابوبکر صدیق، اولویت با شماست که اونجا دفن بشید، ملک توست، حجره توست، اتاق توست، من اجازه میخوام اگه تو بزرگواری بکنید من اینجا کنار این دو بزرگوار دفن بشم. امولون عاشق فکر کرد و این جمله رو گفت، گفت برو سلام بابا برسن و بگو که در حیات خودم از دهان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که همیشه میگفت رفتم من و ابوبکر و عمر، آمدم من و ابوبکر و عمر، نشستم من و ابوبکر و عمر، بلند شدم انجام دادم و من فکر میکنم ازشون راضی بودن. من از حق خودم تنازل میکنم، بابا امیرالمومنین بیاد تو این حجره دفن بشه. سوال اینجاست و شاهد اینجاست، خنجر خورده، اول دعا کرد که زیبا بمیره، زیباترین نوع مردن، دعاش مستجاب شد، خون از بدنش داره میره، بازم تلاش میکنه که در بهترین نقطه چه کنار بهترین بنده خدا دفن بشه، یعنی خون از بدنش میره بازم دست از تلاش نمیکشه، مصممه که جای خوب و بهترین بندگان خدا بر ما نماز بخونه. اینا باید طلبید. خیلی ها یه وقت آدم تو جاده رد میشه که تصادف شده، پرس شدن تو ماشین، ولی یه صحنه عجیبی من دیدم، در ماشین که باز شد پیاله ها و شیشه ها و قوطی های آبجو و ودکا افتاد، آدم نمیدونه دلش به حال این افراد پرس شده و له شده این صحنه رو میبینه گریه بکنه جوان، یا دلش از این جورای دیگه که با این حالت سکران بودن، مست بودن، به حال طبیعی نبودن، فرصت توبه پیدا نکردن، هر دو تاش تکون دهنده است. کمک هم دیگه بکنیم، ای که دستت میرسد کاری بکن.